کش مسکن تکلیف اراضی روستایی مشخص شده. ببین ما طبق قانون نمیتونیم از اراضی درجه یک و دو کشاورزی هم در شهر هم در روستا برای ساخت مسکن نهضت ملی استفاده کنیم. عمدتا اینها اراضی درجه 3 و 4 هستن که انتخاب میشن. اینا در کارگروه های استانی، کمیته های تصویب استانی، شورای برنامه ریزی مطرح میشن، مصوب میشن و نهایتا ابلاغ میشن برای اجرا. در موضوع روستاها اولویت با افراد بومی هست و افراد فاقد مسکنی که در سامانه تم نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردن و واجد شرایط باشن از سامانه تخصیص پیدا میکنن به پروژه هایی که در روستاها قرار انشالله اجرا بشه. بحث ویلا سازی اینا نداریم ما. درست اینا اسمشون ویلاییه ولی واحد هایی هستن که عمدتا در خیلی از شهرها نصاب اینها زمین هاشون 160 متر تا نهایتا مثل استان های مثل کرمان، زاهدان میتونه تا 500 متر هم برسه. بعدم ده همکاری بانک‌ها فهمید که بانک‌ها بیشتر واسه روستایی مشارکت می‌کنن، ولی تو واسه شهری خیلی بهشون انتقاد هست. از سال 84 که طرح ویژه مسکن روستایی شروع شده، همکاری بانک‌ها در موضوع تسهیلات مسکن روستایی بسیار خوب بوده. ما سال گذشته سهمیه‌مون 200 هزار واحد بوده، تا امروز 180 هزار فقره از اینها انعقاد قرارداد شده و اجراش شروع شده. اگر هم مثلا یه تعدادی مثلا در حد 10% جذب نمیشه، معمولا وقتی وام جدید ابلاغ میشه به علت اینکه این وام افزایش مبلغ داشته، معمولا دیگه خود مردم مراجعه نمیکنن برای عقد قرارداد که بتونن از این تسهیلات جدید استفاده کنن. هرچند ما اعلام کردیم افرادی هم که از این تسهیلات جدید قدیم استفاده کنن واحدهاشون نیمه تمام بمونه و افراد گروه های هدف ما باشن، باز هم میتوانیم از و تمام این وام براشون قرارداد بندیم و نهایتا واحد مسکونشون رو تکمیل کنن.